مثلا مطرح کنم. مصور مجلس تفتیش افزایش قیمت تعرف اینترنت خب نگرانی های رو ایجاد کرد، دولت باش مخالف بود. در برحال این که مجلس تشخیص بده که مسالفی مثل اختصاص بودجه به صدا سیما رو تصویب کنه، ما حق قانونی مجلسه، ما مخالفتی نداریم. مجلس میتونه بودجه رو تصویب بکنه از هر برحال برای تقویت یک سازمان. اما برای یافتن منابع آن، اگر قرار باشه که این منابع فشار اقتصادی به مردم وارد کنیم، ما این رو صحیح نمیدونیم. هفته پیش مخالفت دولت با این افزایش صریح بیان شد. یکی از مشکلات این گونه تصمیمات اولا عدم امنیت سرمایه‌گذاری در کشوره. اپراتورهای ارتباطی در یک مدل 15 ساله با دولت قرارداد دارن و بر اساس این قرارداد سالانه 28% باید بدن و به خزانه واریز کنن. ما یک بار 10% اضافه میکنیم. این یک مسئله است. استدلال ما روشنه. موضوع دوم اینه که گرون شدن اینترنت یک سری مصرف کنندگان اولیه داریم، یک سری مصرف کنندگان ثانویه تو فضای از اینترنت ما داریم. اونهایی که به طور مستقیم مصرف میکنن برای اونها یک گرانی خواهد داشت و مصرف کنندگان ثانویه، اونهایی که خدمت میگیرن از شغلها و خدماتی که در فضای مجازی ایجاد شده، این گرونی به اونها هم تسری پیدا خواهد کرد. امروز تقریبا معاش حدود 1 میلیون ایرانی فقط از توی اینستاگرام نزدیک به 1 میلیون، این محاسبه شده است کاملا بر اساس صفحاتی که باز شده و فعالیتی که میکنن، محاسبه علمی صورت گرفته. خب این افراد که دارن کسب و کار میکنن، برای اینها گرونتر خواهد شد و خدماتی که اینها ارائه میکنن گرونتر خواهد شد. نکته مهم دیگه اینه که باب شدن یه رویه غلطی که با قوانین یک ساله بودجه برخی از قوانین دراز مدت کشور داره لغو میشه. البته قانونگذار شرکت مخابرات ایران و صدا و سیما رو دو زینف این افزایش تعرفه معرفی کرده که به هر حال ما همونطور که عرض کردیم، این که بخواد جایی اضافه کنن مسئله ما نیست. مسئله اینه که چرا از این محل که اینقدر آثار داره، آثار رو سرمایه‌گذاری داره، آثار رو جیب مردم و زندگی استفاده کنندگان از اینترنت داره. در سند مصوبه طرح کلان و سند معماری شبکه ملی اطلاعات اومده که هزینه ارتباطات در سبد هزینه خانوار نباید بیش از 2.5% باشه. حالا برای در حقیقت این سند رو مخدوش میکنه، الان هزینه رو افزایش میده. البته ما دیدگاهامون رو به شورای محترم نگهبان ارسال کردیم و اگر کمی بیشتر هم به این مصوبه ورود کنیم، به نظر میرسد که حالا فارغ از این اتفاقی که رخ داده، در مورد تبصره 6 هم یک در حقیقت اتفاق دیگری رخ داده. در یک بدعت در تبصره 6 مدیریت صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی رو در حقیقت دولت و وزارت ارشاد ازش سلب شده، به سازمانی سپرده که اساسنامه نداره و این مهم حتما باید تو شورای عالی فضای مجازی هم بررسی بشه. برای ما قضاوتی در مورد اینکه کجا میخوام بدن نداریم. بحث ما بحث روشی که اتخاذ کردن هم آثار بد رو سرمایه‌گذاری داره، هم روی قیمت ها داره و هم در دل یک تبصره بودجه‌ای ایجاد یک سازمان گرفتن مأموریتی که مورد مناقشه بوده از یک دستگاه دولتی، بدون اینکه در شورای فعالی فضای مجازی و نهادهای زیر آپ خودش بررسی بشه، این هم در دل این اتفاق افتاده که حالا خیلی اون رو متوجه نشدن و در دل این تصمیم اون رو خیلی بهش توجهی نشد. خب بریم سراغ ایلنا.